بسم الله الرحمن الرحیم این فیلم به پیدا میکنه به حل تست 208 تا 219 همه تستا قانون بیس هست به جز تست آخرین یعنی 219 که وارد بحث پیشامتهای مستقل و وابسته میشه امیدوارم که این فیلم براتون قابل استفاده باشه با سوال 208 شروع میکنیم گفته میداریم که دو همسان به احتمال 10 درصد همجنس و دو ناهمسان به احتمال 50 درصد هم و نیز میدانیم که یک سوم ها همسانن به تصاف دو تا فرد دوقلو انتخاب میکنیم اگر این دو فرد همجنس باشند با کدام احتمال همسان شک میکشم گفته یک سوم دوقلوها همسانن مثلا فرض کنید که ما سی تا دوقلو رو داریم بررسی میکنیم ده تاشون میشن همسان درسته گفته یک سوم همسانن دیگه تاشون میشن ناهمسان خب گفته که دو همسان به احتمال 10 درصد همجنسن خب یعنی اینا این 10 نفر 10 ده درصدشون 1 دهمشون ده یه نفرشون یه نفر که نه یه دو‌ولوشون خب میحال میشه دو نفر دیگه حال مهم نیست اینا همجنسن خب دو گروه ناهمسان 50 درصد یعنی 10 تاشون خب گفته که فردی انتخاب میکنیم اگه اینا هم جنس باشن خب هم جنس باشن یعنی از این 11 تا داریم انتخاب می‌کنیم دیگه درسته باز حالا فرد که نه دو تا فرد حالا اونو مهم نیست یعنی این 11 تا انتخاب می‌کنیم با کدوم تا همسان میباشد خب یک 11 ام خوبه گزینه خب چهار، 208 4 209 تعداد دانش آموز از سرش ریاضی تجربه انسانی داریم رشته ریاضی سه تا پسر هفت دختر تجربه 4 6 و انسانی هم 8 به تصادف از یکی از این رشته‌های تحصیلی دانش آموزی انتخاب می‌کنیم. اگر دانش آموز انتخاب پسر باشد با چه احتمالی از رشته انسانی انتخاب شده است؟ خب ببین درستش و راه حل کلی این جو سوال اینه که بیام نمودار داخلی بکشم میگم یک سوم ریاضی یک سوم ترجمه سوم انسانی بعد حالا تو ریاضیات چقدر احتمال پسر بعد تو نمیدونم چقدر تو انسانی چقدر ضرب کنم جمع کنم احتمال پسر بودن رو به دست بیارم بعد حالا ببینم چقدرش برای انسانی خب این کارو قبلا بارها کردیم منتها اینجا به دو دلیل یکی اینکه شانس انتخاب رشته های یکسانه و دو با اینکه تعداد دانش آموزایی که تو هر رشته هستن هم یک تو هر رشته ده نفرن خب اینجوری نیست که مثلا فرض کن اینجا ده نفر باشه اینجا هشت نفر باشه اینجا, اینجا پنج نفر باشه اینجا ده نفر ریاضی ده تا هم تجربی ده تا هم انسانی درست هشت دو میشه ده خب با توجه این و اینکه خب دیگه همه چی میشه خیلی راحت حلش میکنم گفتم اگه پسر باشه خب سه تا و چهار تا میشه هفت تا هفت و هشت تا میشه پونزده تا کلا پونزده تا پسره با چه احتمال انسانی خب هشت تاش هشت تا از اون پونزده تا چیه؟ انسانیه دیویست میشه چهار ولی این روشی گفتم روشی کلی نیستا خب روشی روش کلیش همونی که دیدیم حالا گفتم اینم ببینید دیویست یک شرکت اتوبوسرانی برای جابجایی مسافران نوروزی از ات دون اتوبوس آبه 60 درصد آ بقیه خب 40 درصد به آ به احتمال 15 درصد و بی به احتمال 10 درصد تاخیر دارن خب در صورتی که مسافری به موقع رسیده باشد با چه احتمالی اتوبوس نوع آ رو استفاده کرده باز همین شکل رو میکشم خب ببین خب 60 درصد گفته آ خب مثلا فرض کن من 100 تا مسافرت 100 تا مثلا همسفر است. ساعت سفر رو در نظر می گیرم 60 تاش آ یه کلمه دیگه پیدا کنم. 40 تاش با اتوبوس ب. خب. گفته نوعا به احتمال 15 درصد دچارش میشه تاخیر میشه. خب. یعنی از این 60 تا 15 درصدش چه تاخیر داره. خب. چقدر میشه؟ میشه 90 دهم ده دیگه 9 تاش تاخیر داره. نوع B گفته ده درصد یه دهمش همش چهار تاش درست از اون چهل تا چهار تاش تاخیر داره خب در صورتی که مسافر به موقع رسیده باشه خب ببین سیزده تاش تاخیر داره دیگه درسته اون ورش یعنی صد منهای سیزده تاش به موقع رسیده یعنی هشتاد و هفت تاش به موقع رسیده با چه احتمالی از اتوبوس نوع A استفاده کرده خب آ نه تاش 60 تا بود نه تاش تاخیر داره یعنی 51 ش خوبه به موقع است درسته این میشه از این ساده بکنیم به یه سه دیگه این به یه سه ساده بشه میشه 17 اینم به یه سه ساده بشه میشه 29 درسته 17 29 210 دو 211 یک بازیکن فوتبال 60 درصد پنالتی های خود را به سمت راست دروازه بقیه را به سمت چپ 60 40 درصد موفقیت در پنالتی هایی که به راست و چپ میزنه 80 60 اگر پنالتی آخرش گل شده باشه خب یعنی موفق شده باشه با کدامتان آن را به سمت راست دروازه باز چک میکشم اینا رو را خیلی راحت میشه با شک کشیدن حل کرد خب ببینید سوال چی گفته گفته که 60 درصد رو به راست میزنه پس مثلا اگه 100 تا پنالتیش رو بررسی بخوایم بکنیم خب 60 تاش رو به راست میزنه و 40 تاش رو به چپ خب گفته در سه به راست و چپ میزنه به ترتیب 80 و 60 یعنی اونایی که به راست میزنه 80 درصدش چیه؟ گل میشه خب از این 60 تا 80 درصدش چی میشه؟ گل میشه 8 تمامش گل میشه خب می‌شه چقدر 48 تاش گل میشه از این 60 تا 48 تاش گل میشه خب از اون 40 تا چی ببین این 60 کلش ها حالا خب. شاید اینجوری نوشتن یه خورده خوبم نیست ولی حالا میفهمین من چی میگم اونم 60 درصد خب از اون 40 تا هم 60 درصدش چی میشه گل میشه این 24 تاش گل میشه خب اینم از این اگر پنالتی آخر او گل شده باشد خب یعنی یه دونه از این هفتاد و دو تا باشه خب با کدام احتمال آن را به سمت راست دروازه زده است چهل و هشت هفتاد و دوم یا دو سوم دویست و یازده میشه چهار دویست و دوازده باز همینه در این اداره چهل درصد کارمندان زن هفتاد درصد زنا و پنجاه درصد مردا متعهلند کارمندی به تصویر انتخاب میکنیم اگر متعهل باشد احتمال مرد بودنش چقدره ببین این جور سوالات قانون بیز با یه شکل خیلی ساده حل میشه نمودار درختی هم میشه کشید فرمولی هم میشه حل کرد ولی خب این راحت اینجوری حل میشه دیگه بی خودی خودمون رو دردسر ندیم پس تست 212 رو دارم حل میکنم گفته 40 درصد زن هستند خب یعنی اگه مثلا 100 تا کارمند داشت ببین این عدم مهم نیست دا. بهتره یه چیزی بگیریم که به کسری و اینا برنخوریم توی این مسیری که داریم میریم خب ولی اگه برنخوریم باز اشکالی نداره نمونهش توی فیلم قبلی بوده خب چهل درصدشون خانومن پس شست نفر از این صد نفر مرد هستن و چهل نفرشون خانوم هستن زن هستن خب هفتاد درصد زنا ها متعهلن هفت دهم ده اینا متعهلن یعنی بیست و هشتشون متعهلن خب 50 درصد مرد ها هم متاهلن نصفشون متاهلن سی تاشون متاهلن خب کارمندی به تصادف انتخاب میکنیم اگر متعهل باشد اگر متعهل باشد یعنی یه نفر از این 58 نفره احتمال مرد بودنش چقده خب چند تا از این 58 نفر مردن سی تا دی درسته میشه 3 50 و 8 به ساده بکنیم میشه 15 29 هم خوبه 212 میشه دو 213 کیسه شامل دو مهره آبی و چهار مهره قرمز است تاسی را یک بار پرتاب میکنیم اگر عده اول بیاد دو مهره آبی و اگر عده مرکب بیاد یعنی اول نه نه, نه. اول نه نه چون مرکب و اول در مقابل هم نیستن خب یکم این وسط هست که نه اول و نه مرکب خب خوب شد این بود اگه عدد اول بیاد دو تا آبی اگه مرکب بیاد دو تا قرمز و در غیر این صورت در غیر این صورتش میشه همون که یک بیاد یک مهره آبی و یک مهره قرمز به کیسه اضافه میکنیم سپس مهره به تصور این کیسه خارج میکنیم اگر مهره خارج شده آبی باشد با کدام احتمال تاس عددی اول آمده است خب ببین این یه خورده کار داره گفته که دو تا آبی چهار تا قرمز خب تاس رو یه بار پرتاب میکنیم اگر عدد اول بیاد تو خب وقتی تاس رو یه بار پرتاب میکنیم احتمالی که عدد اول بیاد چقدر دو سه پنج عدد اول خب سه شیشم خوبه احتمال اول اومدن تاس گفته اگه حالا اگه عدد اول بیاد یه چیزی اگه عدد مرکب بیاد احتمالی که عدد مرکب بیاد چقدر چهار و شیش یعنی دو شیشم مرکبن چهار و شیش عدد مرکبن توی یک تا شیش در غیر این صورتش اینه که هیچ اینا که خب توضیح هم دیگه یک بیاد یک نه عدد اول نه عدد مرکبه خب در غیر این صورت هم خب حالا یه چیزی حالا چه اتفاقی میفته بزن ظرفم رو در این شرط جدید بیام چیکار بکنم رسم بکنم خب گفته اگه عدد اول بیاد چیکار میکنیم گفته اگه عدد اول بیاد دو تا مهره آبی خب پس میشه چهار 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 تا آبی چهار تا قرمز اگه عده مرکب بیاد دو تا قرمز پس میشه دو شیش خب دو تا آبی که بود قرمز همون هم دو تا اضافه شد در غیر این صورت یه دونه آبی و یه دونه قرمز خب یعنی سه هفت سه پنج خب سه تا آبی پنج تا هم قرمز حالا سپس مهره به تصادف از این کیسه خارج میکنیم اگر مهره خارج شده آبی باشد خب مهره که ما از این خارج میکنیم به احتمال چهار هشتم آبیه درسته؟ و به احتمال چهار هشتم قرمزه که من اینو نسل نمیخوام خب دوباره مهره که از این خارج میکنیم به احتمال دو هشتم آبیه قرمزشم هم نمیخوام اصلا میتونیم ننویسیم مهره که از این خارج میکنیم به احتمال سه هشتم آبیه قرمزش هم پنه هشتمه که باز نمیخوامش خب اگر مهره خارج شده آبی باشد یعنی احتمال کل جمع ایناست خب یک شیشم ضب داره سه هشتم به علاوه دو شیشم زب داره دو هشتم به علاوه سه شیشم زب داره چهار هشتم با کدام احتمال تاس عددی اول آمده است خب یعنی این قسمتش برای ما چیه؟ مطلوبه خب خب بنویسم و حساب کنم یک شیشم زب داره سه هشتم به دو شیشم زب داره دو هشتم به سه شیشم زب داره چهار هشتم خب اون جزء مطلوب از این کل اینه درسته سه شیشم زب داره چهار هشتم خب شروع کنیم به ساده کردن این شیش یعنی دقیقا نگار یه یک شیشم دارم از صورت و مخرج فاکتور میگیرم و ساده میکنم خب این از این این هشتم باز همین اتفاق براش دقیقا میفته خب این میشه دوازده مخرج چی؟ سه و چهار هفت هفت و دوازده هم نوزده میشه دوازده نوزده هم دویست سیزده گزینه چار سوال دویست چارده گفته زلزله تو سه تا استان آ و به و سه رخ داده که تو پنجاه درصد شهرهای استان آ 75 درصد شهرهای استان بی و تمامی شهرهای استان سی به ثبت رسیده خب اگه به تصادف یکی از این سه استان رو انتخاب کرده و مشاهده کنیم که زلزله در یکی از شهرهای آن سبب شده با کدام احتمال با کدام احتمال در تمامی شهرهای دیگر آن استان نیز به صبر رسید ببینید سوال منظور خودش رو خیلی بد بیان کرده خب ببین سوال درستش اینه که اگر به تصادف یکی از این سه استان رو انتخاب کرده و یکی از اون شهرها رو یعنی یکی از شهر اون استانی که انتخابش کردیم انتخاب کنیم و ببینیم تو اون شهری که انتخابش کردیم زلزله به ثبت رسیده خب این منظورش بوده با کدام احتمال در تمامی شهرهای دیگر آنستان نیز بسرده این اگه واقعا بخوایم همین چیزی که خودش گفته رو ملاک قرار بدیم خب جوابش به میشه گزینه دو خب حالا من این چیزی که گفتم رو ملاک بدیم و حل بکنیم خب به جواب دیگه میرسیم ببینید من میگم شما فرض کنید که این سه تا استان هر کدومشون 100 تا شهر دارن ببینید تعداد شهرهای استان رو چرا مساوی میگیرم چرا همش رو صد میگیرم خب چون میخوام شانس انتخاب این استان در حقیقت یکی باشه خب این اونجا داره میاد خب از شهر صد تا شهری که استان آ هست پنجاه تاش نصفش دی پنجاه صد زلزله به صد رسیده تو استان بیچی گفت 75 تا ها 75 تا حسین سی هم گفت همش خب حالا با اون توضیحی که من دادم یک کدوم از اینا رو انتخاب کنیم یک کدوم از این 225 و و تا رو انتخاب کردیم گفت با کدومتون در تمامی شهرهای دیگر آن استان نیز به سر رسیده است یعنی موضوعش این که سی حسین سی باشه دیگه حسین سی یک کدوم از شهرهای حسین سی رو انتخاب کرده باشیم 100 225م به یه 25 هم ساده کنیم میشه 4 نهم خب گزینه سه 215 چه درصد دانش آموزان پایه 11 و دبیرستان رشته ریاضی و بقیه تجربیان 25 درصد ریاضی ها و 30 درصد تجربی ها تو فیزیک بالا 18 نمره گرفت یکی رو انتخاب میکنیم و مشاهده میکنیم که نمره فیزیک او بالا 18 با چه احتمالی این فرد دانش آموز رشته ریاضی است خب باز میام شک میکشم گفته که 40 درصد ریاضی ان و خب طبیعتا 60 درصد من اینا رو مثلا میگم 100 تا خب 40 تاشون رشته شون ریاضیه و 60 تاشون رشته شون چیه تجربی خب 25 درصد ریاضی ها اون نمره بالای 18 خب یک چهارم دیگه یعنی 10 تا خب 30 درصد تجربی ها 30 درصد این چه میشه سه دهم این دیگه میشه 18 تا درسته 18 تا هم اونجوری یعنی 18 تا تجربی ها هم نمره فیزیکشون بالا 18 یکی رو انتخاب میکنیم که نمره فیزیکش بالا 18 ه یعنی یه دونه از این 28 تا رو داریم انتخاب میکنیم با چه احتمالی رشش ریاضیه 10 28 هم 5 14 خوبه 215 دو سوال 216 گفته احتمال اینکه علی به مهمانی برود 75 صدم است اگر علی به مهمانی برود رضا با احتمال 8 دهم به مهمانی میره در غیر این صورت یعنی اگه علی به مهمانی نره او با احتمال 5 دهم به مهمانی میرود اگر رضا در مهمانی حاضر باشد با کدام احتمال علی نیز در مهمانی حضور دارد خب بیایم نمودار درختی بکشیم میتونیم این سوال رو با اسب گذاری و نمیدونم تبدیل اینا به جملات شرطی و بعد رابطه و اینا بنویسیم هر وقت خب نمودار باز خیلی راحته ببین گفته علی به احتمال 75 صدوم خب یعنی سه چهارم به مهمانی میره و خب طبیعتا به احتمال یک چهارم به مهمانی نمیره اگه علی به مهمانی بره رضا با احتمال 8 دهم به مهمانی میره خب ببین پس میشه احتمال اینکه علی به مهمانی بره و رضا به مهمانی بره. خب. در غیر این صورت با احتمال 5 دهم به مهمانی میره. خب اینا میشه بس احتمال اینکه علی به مهمانی نره ولی رضا باز به مهمانی بره. اینا رو با هم جمع بکنم میشه احتمالی که رضا به مهمانی بره. فارغ از اینکه علی به مهمانی میره یا اینکه نمیره. درسته؟ ببین علی اگه به مهمانی میره، احتمال که رضا به مهمانی هشتمه. علی نمیره رضا 5 دامه میگه بره خب پس جمع اینا میشه احتمالی که رضا به مهمانی برود خب احتمال که رضا به مهمانی برود جمع اینا میشه میشه 24 40 به علاوه 5 40 یعنی 29 40 اینه خب حالا سوال از ما چی پرسیده گفته اگر رضا در مهمانی حاضر باشد یعنی اگر رضا به مهمانی بره خب اگر یه اون چیزی که میدونیم و همیشه این برمی نیستیم دیگه اگر رضا همه برود خب با کدام احتمال علی نیز در مهمانی حضور داره احتمال که علی هم در مهمانی حضور داشته باشه علی هم بره خب سوال از ما اینو میخواد احتمال شرطیه اینو حسابش کردیم درسته 29 چهلوم از که علی هم بره چقدره؟ خب اینه دیگه علی بره رضا بره میشه 24 40 اون جزء مطلوب از این احتمال کل 24 40 خب خب هیچ میشه 24 29 خوبه 216 گزینه دو سوال 217 گفته که تو دو تا جعبه به ترتیب 10 و 15 تا لام موجوده تو جعبه اول چهار تو جعبه دوم سه تالام معیوبه از جعبه اول چهار تالام و جعبه دوم پنج تالام به تصادف انتخاب کرده و در جعبه جدید قرار می‌دهیم لامپی رو به تصادف جعبه جدید انتخاب میکنیم و می‌بینیم سالم است احتمال اون که لامپ انتخابی از جعبه جدید متعلق به جعبه دوم باشد کدام است مشابه این رو دیدیم قبلا بارها ببین گفته که توی جعبه اول ده تا لامپه خب که چهار تاش معیوبه چون راجب سالم داره صحبت میکنه من میرم سراغ سالما خب پس شش تاش سالمه تا هم احتمال سالم بودن لامپیه که از جعبه اول انتخاب بشه جعبه دوم 15 تا لامپه خب سه تاش معیوبه یعنی دوازده تاش یه سالمه دیگه پس دوازده 15 هم, هم احتمال سالم بودن لامپیه که از جعبه دوم انتخاب بشه گفته از این سه تا از اینم پنج تا میاریم میندازیم توی یه ظرف دیگه ای خب خب پس این ظرف سوم ما تشکیل میشه از سه تا لامپ نوع A یعنی لامپی که از ظرف آ آمده و پنج تا لامپ از نوع B حالا از این یه دونه خارج میکنیم و میبینیم سالمه خب وقتی از این یه دونه خارج میکنیم احتمال اینکه لامپی باشه که اولش توی جعبه آبوده میشه سه هشتم درسته؟ لامپی که ما از این جعبه خارج میکنیم به احتمال سه هشتم اول تو آب بوده و به احتمال پنج هشتم اولش تو بی بوده اگه تو آب بوده احتمال سالم بودنش چقدر شیش دهمه ده خب شیش دهم ده اگه تو بی بوده احتمال سالم بودنش دوازده پونزه همه یا چهار پنجم درست درده بره چهار پنجم جمع این دوتا میشه احتمال سالم بودن خب میخوایم اینو این با این ساده میشه این میشه یک دوم و... خب اینم پس تا جایی که میشه سادهش کنیم به یه دو ساده میشه این میشه سه اینم به یه دو ساده میشه چهار میشه نه چهلو خب اینم بگیری شما 20 40 29 40 احتمال سالم بودن لامپیه که ما از اینجا انتخاب میکنیم سوال چی پرسیده گفته که میبینیم سالم است احتمال اینکه لامپ انتخابی از جعبه جدید متعلق به جعبه دوم باشد احتمال B با فرض سالم بودن رو میخواد خب مخرجش رو حساب کردیم این میشه احتمال اینکه B باشه و سالم صورتش رو حساب کردیم مرخواهش میشه همین 29 م خب صورتش چی میشه؟ بی باشه و سالم 20 م خب میشه 20 29 217 میشه 4 218 در یک پروژه ساختمانی به دلیل کمبود نقدینگی احتمال اعتصاب کارگران 6 دهمی هم میباشه اگه اعتصاب بشه به احتمال 3 دهم هم و اگه اعتصاب نشه به احتمال 8 دهم هم کار پروژه به واقع تاهم میشه احتمالی که کارگران اعتصاب کرده باشن در صورتی که بدانیم کار به موقع تمام شده است کدام است خب باز اینو من با نمودار درختی حل میکنم راه های مختلفی هست حالا نمودار درختی گفته که احتمال اعتصاب 6 دهمه ده خب پس این اعتصاب اینم عدم اعتصاب 4 دهم خب گفته اگه اعتصاب بشه به احتمال 3 دهم ده پروژه تمام میشه خب وایگه اعتصاب تحساب نشه به احتمال 8 دام جمع این دوتا میشه احتمال اینکه که پروژه به موقع تأم بشه خامی میشه 1100 دام این هم که میشه CO2 جمع این دوتا میشه 500 دام نیم احتمالی که پروژه به موقع تمام بشه 50 سوال چی پرسیده احتمالی که کارگران اعتصاب کرده باشن در صورتی که بدانیم کار به موقع تمام شده ببین وقتی میگه کار به موقع تمام شده این دیگه 50 صدم نیست خب این 50 صدمه یکه خب یعنی دو برابر شده اجزای تشکیل هم... دو برابر میشه خب کدوم میخوایم احتمالی که کارگران کرده باشن حساب کرده باشن اینه دیگه این دو برابر میشه خب میشه 36 صدم که حالا به کسر گفته سی و صدم به یه چهار اگه ساده بکنیم میشه نه بیست و پنجم خوبه دیویست و میشه گزینه دو سوال دیویست رو هم حل بکنیم سوال دیویست اولین تست از بحث پیشامت مستقل و وابسته است سوال احتمال شرطی تموم شد ببینید گفته دو تا سکه و یک تاس را با هم پرتاب میکنیم شما میدونید که سکه و تاس رو هم دیگه تاثیر نمیذارن این یعنی مستقل بودن خب با کدام احتمال هر دو سکه رو یا تاس شیش ظاهر می شود ببین من این سؤال رو اینجوری حل میکنم میام اس اولا که پیش آمده مستقل چی بود خیلی مختصر بخوام بگم پیش آمده مستقل بود که احتمال اشتراکشون بشه ضرب احتمالاشون درسته و اگر بدونیم دو تا پیش آمد مستقل هستن میتونیم از این رابطه استفاده کنیم برای به دست آوردن احتمال اینکه هر دو تاشون رخ بدن درست احتمال اشتراکشون خب گفته دو تا سکه و یک تاس گفته با کدام احتمال هر دو سکه رو من آ رو میگیرم پیش اینکه هر دو سکه رو بشن خب پی آ چقدره یک چهارم دی درسته احتمالی که هر دو تا سکه رو بیان وقتی ما دو تا سکه رو می کنیم یک چهارم B گفته یا تاس 6 تا اینو میگیرم تاس 6 خب احتمال بی میشه یک شیشم خب ما احتمال آ اجتماعش با بی رو میخوایم گفته یا این سوال کنکور بوده درسته آ اجتماعش با بی چرا چون گفته که هر دو تا سکه رو یا تاس 6 یا یعنی اجتماع هزار دفعه تا حالا دیدیم خب این چی میشه میشه احتمال آ به احتمال به منهای احتمال آ بابه درسته؟ خب احتمال آ چقدر؟ یک چهارم احتمال ب چقدر؟ یک شیشم آ اشتراکش بابه رو چه شکلی میتونیم به دست بیاریم؟ ضرب کنیم دیگه چون که اینا هستم شیرن مستقلن میشه منهای یک بیست و چهارم ضرب یک چهارم و یک شیشم خوبه مخرج مشترک بیست و چهار میگیرم میشه شیش با چهار ده ده منهای یک هم که میشه نه میشه نه بیست چارم به یه دونه سم ساده میکنم میشه سه هشتم خوبه این از این دیست میشه یک یه روش دیگه هم بگم ببینید که یه خورده حالا محاسبات کمتری داره ما پی آ اجتماعش بابه رو میخوایم بذار اینجا بنویسیم پی آ اجتماعش بابه رو میخوایم خب ما میدونیم که پی آ اجتماعش بابه متممش این متمم آشناش با به طبق قانون دمورگان میشه آپریم اشتراکش با بپریم آپریم اشتراکش با بپریم ببینین روش خوبیش اینه که محاسبات چرا کم میشه ببین ما برای اجتماع تو مستقل که رابطه خاصی نداریم که درسته قانون استقلال پیش آمده روی اشتراکه که عمل میکنه من اینو با یه ترفندی حالا تبدیل کردم به اشتراک خب میشه یک منهای پی آ پریم خب پی آ چی بود؟ یک چارم بود پی آپریم میشه سه چهارم زب در پی ب پریم بی این بود که تاس 6 بیاد یک شیشم ب میشه پنج شیشم خوبه این با این ساده میشه دو پنج هشتم یک منهای پنج هشتم میشه سه هشتم وقتی مستقل هستن میتونیم از این تکنیک استفاده بکنیم خب دیگه پس سنوزه میشه گزینه یک